تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. اللهم صل على محمد و آل محمد. در سفره قرآنیم، آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم هر آیه چند دقیقه ای دربارش یه تفسیر روان کوتاه فشرده و قطره ای داریم. از اول قرآن که شروع کردیم به جزء 24 رسیدیم، سوره غافریم و نون آیه 49. بشنوید. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ظاهرا این آیه ها دنبال همون موعظه آل فرعونه، مؤمن آل فرعون. در سوره غافر حدود 20 آیه خداوند نقل میکنه که در رژیم طاغوتی فرعون، علاوه بر همسرش که تو کاخ بود و طرفدار موسی بود و ضد فرعون، یک نفر هم یکتنه مؤمن بود و این با افشاگری اول ایمانش کتمان میکرد، بعدم کم کم بی‌پرده صحبت کرد. به مردم گفت مردم گوش به حرف فرعون ندید. یکتنه. وقت در موعظه هاش مسئله قیامت رو مطرح کرد. از این معلوم میشه منبری ها، گوینده ها، کسانی که مسئول تعلیم و تربیت هستن باید مسئله قیامت جدی بگیرن. ایمان به قیامت و توجه به صحنه های قیامت انسان را، تقوای انسان را بالا میبره، در انسان خوف ایجاد میکنه، انسان دنبال آلودگی ها نمیره. در آیه 47 و 48 اینجا خوندیم که در جهنم جدال و احتجاج و گفتگو و جر و بحثه. فقرا به اغنیا میگن ما عقب شما بودیم، ما به شما رأی دادیم، شاه شدید، رئیس جمهور شدید، وکیل و وزیر و سفیر و نمی‌دونم چی شدید، ما دروغ گفتیم که تو پولدار شدی، حالا میشد مشکل ما حل کنید؟ میگن نه، ما خودمون اونجا میسوزیم. وقتی مایوس میشن، الان تو این آیات قبلی بود که ضعفا به اغنیا یعنی مستضعفین به مستکبرین میگن ما تو دنیا عقب شما آمدیم، روزگار مسیحا شد، حالا کمک ما کنید که میگن فایده نداره. حالا اینجا مستضعف و مستکبر با هم به فرشتگان، فرشتگانی که مسئول جهنم هستن التماس میکنن. و قال الذين في النار لخزنة جهنم، اینا که در آتش هستن چه مستضعف چه مستکبر، لخزنة جهنم، به مأمورین جهنم که فرشته هستن میگن چی؟ میگن ادعوا ربکم، شما از خدا بخواهید، یخفف عنا. دیگه از این که از جهنم بیان بیرون مایوسن، میگن حالا ما که تو جهنم موندیم دیگه از بیرون نمیدونم مایوسیم، اما یخفف، یخفف یعنی لاقل تخفیف بده، حالا نه برای همیشه، یخفف یوما من العذاب، یه روز. الله اکبر. کار به جایی برسه که مستکبر و مستضعف با هم به مسئول شکنجه و مسئول جهنم التماس میکنن که ما همیشه هستیم ولی لااقل تخفیف بده، اینم برای یه بار هر زمان. ای مردم دنبال طاغوت نروید، یه همچی صحنه‌ای هست. خب آیه 50 رو بشنوید. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فرشته ها میگن که أولم تك تأتيكم رسلكم، آیا در دنیا پیغمبران نیومدن معجزه نیاوردن؟ میگن چرا، پیغمبرا بودن معجزه میشون دادن. قالو بلا، چرا؟ ولی ما لجبازی کردیم، ما یزید را بر حسین، بر امام حسین ترجیح دادیم، ما دنیا را بر آخرت ترجیح دادیم، ما گناه را بر تقوا ترجیح دادیم، ما حرف زدن با دیگران را با حرف زدن با خدا و نماز ترجیح دادیم. یه فد او، پس هر چی میخواد ناله کنه ولی هیچ فایده نده. و ما دعا الکافرین الا فی ضلال، یعنی دعای کافرین فقط تباهه، یعنی هیچ اثر نداره. در قرآن برای که کارها بی اثره، گاهی میگه توبه اثر نداره.
فرعون وقتی غرق میشه توبه کرد، خدا میگه الان فقط اثرت من قبل، حالا توبه میکنی؟ لحظه مرگ که آدم وقتی اسرائیل رو میبینه توبه میکنه، بیفایده نداره. گاهی توبه بیفایده است. خب فلم یک و گاهی ایمان بیفایده. افرادی هستن کافرن، وقتی قهر خدا میارن ایمان میارن، میگه ایمان رو بیفایده نداره. میفهمد فلم یک و ینفعهم ایمان هم لما رعو بحثنا. وقتی قهر ما اومد در لحظه که منه الان قهر ما تو رو میگیره، ایمان او لحظه فایده نداره. توبه لب مرگ، ایمان وقتی خطر فایده نداره. اینجا هم دعای تو جهنم دیگه فایده نداره. فدعو دعا بکنید، اما و ما دعا الکافرین الا فی ضلال، دیگه فایده نداره. خب اولم تکو تأتیکم، تأتیکم رسولکم یعنی آمدن انبیا، یک سنت دائمی است. تأتیکم رسولکم، نمیگه رسول، رسول پی در پی پیغمبران به شما اومد. تأتیکم رسولکم یعنی پیغمبران سراغ شما اومدن، شما که نرفتید در خونه پیغمبران، پیغمبران اومدن، یعنی مبلغ به سراغ مردم رفت. همه هم بالبینات، همه معجزه داشتن. ولی قالو بلا، دیگه روز قیامت میگن بله پیغمبران اومدن و ما لج کردیم. روز قیامت روز اعترافه، فاعترفوا بذنوبهم، اعتراف میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.